سلام پنجشنبه نه آبان 92 31 اکتبر 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه خبرگزاری رویترز از قول سناتور منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا اعلام کرده که او بعد از جلسه ای که با لابی آیپک لابی یهودی ها در نیویورک داشته عنوان کرده که بسته جدید تحریمی داره در سنای امریکا بررسی میشه که در صورت تصویب و ابلاغ ظرف یک سال فروش نفت ایران رو تا 500 هزار بشکه دیگه هم کاهش خواهد داد. او گفته که ایران اول باید همه چیز رو متوقف کنه برنامه اتمیش رو لغو کنه تا انگاه تحریم ها برداشته بشه اگر چون این چیزی اتفاق بیفته و سنای امریکا با توجه به مسببه هم که مجلس نمایندگان امریکا داشته تصویب بکنه اون وقت در واقع میشه گفت شکاف جدی و اختلاف اساسی با دولت امریکا پیدا خواهد کرد برای اینکه دولت مسررن از کنگره امریکا خواسته که برای تحریم های جدید دست نگه داره. آقای زنگنه وزیر نفت اعلام کرده که امیدی به خط لوله صلح ندارم خط لوله که قراره گاز ایران رو به پاکستان و از اونجا به هندوستان ببره ظاهرا پاکستان درخواست کرده دو میلیارد دلار ایران ببره در پاکستان سرمایه گذاری کنه و خودش خط لوله رو در پاکستان بکشه ضمن اینکه پاکستان از تحریم های بین المللی علیه ایران هم میترسه روزنامه شرق هم خبر داده از این که ده نماینده مجلس در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومنی پاشونگیر درگیر هستند ولی مجرم بودن سه نفر از اونها محرز شده. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم عنوان کرده که ایران غنیسازی 20 درصدی رو داره ادامه میده و متوقف نشده از موضوعاتی است که مورد تقاضای کشورهای پنج به اضافه یک هست و ایران هم ظاهرا پذیرفته متوقف کنه ولی فعلا ادامه داره وزیر نیرو از کمبود آب تهران خبر داده و اینکه احتمال جیره بندی اون هست اما در همین حال مقامات بهداشتی و استاندار تهران ابراز نگرانی کردند که آبیاری سیفیجات زمین های جنوب تهران و اطراف تهران با آب فاضلاب افزایش پیدا کرده که این امر بیماری های انگلی و با و افزایش نیترات در سبزیجات و سرب و دهها ماده مضر دیگر رو باعث میشه و کاملا غیر بهداشتی و خلاف نکته دوم اینکه امروز نهم آبان ماه سالگرد ستار بهشتی و بلاگ نویس کارگر که زیر شکنجه پلیس فتا کشته شده بر سر مزار او در گورستان امامزاده رباط کریم از ساعت 3 تا پنج برگزار میشه حکم اعدام منصور آروند زندانی سیاسی کرد که در زندان مرکزی اورمیه در زندانه توسط دیوان عالی کشور تایید شده و به او ابلاغ شد. سفعال دانشجوی وبنگار در اصفهان به اسامی سعید لعالی امیر یاری و محمد پولادی دستگیر شدن در حالی که مأمورین به محوطه خوابگاه ریختن و در زمان دستگیری هم با اونها با خشونت و ضرب و شتم رفتار کرد. 1667 نفر نامه ای رو امضا کردند خطاب به مقامات ارشد حکومت و در اون به ضرب و شتم دختران آقایان موسوی و خانم رهنورد اعتراض کردند همینطور 372 نفر هم نامه ای رو امضا کردند خطاب به آقای روحانی و خواهان رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد شدند آقای سانعی آیت الله سانعی هم نامه تلفنی با دختران آقای موسوی صحبت کرده و از اونها دلجویی کرد نکته سوم اینکه سایت اسرائیلی دپکا تحلیلی رو ارائه کرده در اینکه غیبت بیش از سه هفته ای آقای خامنه ای و سکوت او و نبودنش حتی در مراسم عید قدیر که معمولا از زمان شاه تا الان رهبران کشور هرکی بودن به سلام می نشینن رو و گزینه هایی رو مطرح کرده این سایت گفته که یا اینکه آقای خامنه ای مریض شایعاتی در این خصوص است و حتی گفته میشه درمانگاهی در بیتش مخصوص ساخته شده یک احتمال دیگه این سایت گفته که یک توافق پنهان بین اوباما، پوتین و آقای خامنه ای در جریانه و چیزی نمیگه منتظر نهایی شدن این توافق و احتمال دیگه اینکه گفته آقای خامنه ای حرفی برای گفتن نداره و منتظر ببینه که مذاکرات روحانی به کجا میرسه ضمن اینکه نمیخواد رو در روی گروه های تندروی کشور هم بشه که این روزها در تدارک 13 آبان و مرگ بر آمریکا هستند به نظر من سومی شاید از همه به واقعیت نزدیکتر باشه سایت ملی مذهبی هم خبر داده از اینکه آقای خامنه ای با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شدت برخورد کرده بر سر این حرف او که گفته بود سیاست های فرهنگی دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی, خاتمی رو ادامه میدیم ظاهرا آقای خامنه ای به شدت انتقاد کرده از دوره آقای هاشمی ولی آقای خاتمی رو به خیانت متهم کرده و او رو خائن خوانده نکته چهارم اینکه آقای خاتمی اظهار نظری کرده و گفته میخواهند روحانی رو از حامیانش جدا کنند و از روحانی هم خواسته که به وعدهاش عمل بکنه این حرف خاتمی در واقع هشدار خیلی نرم و نازکی به آقای روحانی است که ادامه مشی موجودش عقبه او رو و حداقل اصلاح طلبان رو نسبت به او دلسرد و جدا میکنه صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی هم در صحبتی به شدت به روزنامه ها حمله کرده خط و نشون کشیده و گفته این فتنگران نمیخواهند دستاتشان رو جمع کنند و گفته که قوه قضایی با اونها برخورد میکنه آقای پور محمدی وزیر جنایتکار دادگستری دولت آقای روحانی هم مصاحبه کرده و خیلی تأسف که از طرف دولت روحانی ایشون باید بیاد راجع به ماجرای را حصر آقایان موسوی و کروبی حرف بزنه و در مورد حصر گفته که دولت اصلا در این امر دخالتی نمیکنه و در مورد کتک زدن دخترانه آقای موسوی و خانم رهنورد هم گفته که این جو سازی و ماجراجوی رسانه ها بیشتر بوده منصور ارزی و سعید حدادیان دو تن از مداهان سیاسی که به با شکایت زمان احمدی نژاد به دلیل خط و نشون کشیدن و تهدید به قتل و توهین سر از دادگاه درآورده بودند یکیشون یعنی آقای ارزی اصلا تبرئه شد و آقای حدادیان هم به پرداخت 405 هزار تومن جریمه محکوم شد اما نکته آخر اینکه آقای حسین الله کرم که از رهبران حزب الله بود و هست عنوان فرمودن که تقابل با آمریکا درآمد ایران رو بالا میبره او گفته دوره احمدی نژاد که مرگ بر آمریکا رایج بود درآمد نفتی کشور 830 میلیارد دلار شد طی 8 سال آقای عبدالله حاج صادقی جانشین نماینده ای آقای خامنه‌ای در سپاه هم در جمع مداهان سپاهی عنوان کرده که قرآن شعار مرگ بر آمریکا رو گفته است لابد آیش ایشون نازل کردند که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی